سفر زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون اول مرکل به ایران امروز پایان یافت. این سفر که به خاطر سخنان گابریل در آلمان یک سفر جنجالی نام گرفت و به قول خود وزیر اقتصاد در مصاحبه با نشریه بیلد سایتونگ موفقیت نسبی داشت، مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. چنانچه نشریه شپیگل می نویسد، گابریل قبل از سفرش به تهران سخنانی مانند مذاکره در رابطه با حقوق بشر، اعدامها و به رسمیت شناختن اسرائیل بر زبان راند که حتی خودش می دانست در شرایطی که حسن روحانی از سوی اصولگرایان حمایت نمی شود چنین سخنانی با حکومت ایران حرف پوچی است. در هر حال گابریل توانست با وجود تنگناهای فعلی راه را برای شروع مناسبات اقتصادی به سبک گذشته با ایران باز کند. از آنجایی که نام ایران در بیشتر رسانه‌های گروهی جهان با نکات منفی همراه است، طبیعی است که سفر گابریل به ایران برای رسانه‌های گروهی خبرساز و از اهمیت ویژه برخوردار است. آنچه بیشتر مورد توجه رسانه‌های گروهی در این سفر اقتصادی مورد توجه قرار گرفته این است که بار مشکلات مردم ایران و اینکه مردم سالهاست حمال مشکل هستند و تنها با باز کردن درب ایران به سوی آلمان نمیتوان موقعیت فعلی اقتصادی ایران را حتی در سطح کوچک تغییر داد میباشد و این گزارشگران درباره آن تفسیر نوشته و منتشر کردند. خانم ناتالی امیری، آلمانی ایرانی تبار و گزارشگر شبکه تلویزیون کانال اول ملی آلمان، طی روزهایی که گابریل در ایران بود، گزارشی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران تهیه کرد که امروز پخش شد. در این گزارش که بخشی از آن از یک کنسرت تهیه شده گفته شد، به احتمال کنسرت در ایران ممنوع خواهد شد. در ایران حتی برای تکان دادن بدن هنگام کنسرت و موسیقی شرایط و محدودیت وجود دارد. در سالن‌های کنسرت به زنان با نور لیزر هشدار داده می‌شود روسری خود را روی سرشان بکشند. این خانم روزنامه‌نگار در بازار تهران با بازاری‌ها صحبت می‌کند. آنها می‌گویند از زمانی که روحانی آمده مشکل بیشتر شده، حتی فروش 50% کاهش داشته است. نشریه دیول در تفسیر خود به گزارش بانک جهانی پول برای ایران اشاره کرده می نویسد، طبق گزارش این بانک ایران در سال 2016-2017 حدود 4.5% درآمد ناخالص ملی خواهد داشت. این میزان درد مردم را دوا نمی کند، آن هم به خاطر مشکلات داخلی و مخالفت با روحانی است. ایرج ربیعی، آلمان.